قدردانی مجمع تشخیص از حماسه بزرگ مردم در 22 بهمن. مجمع تشخیص مصلحت در جلسه امروزش از حماسه مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن قدردانی و اعلام کرد. حضور مردم در این راهپیمایی اقتدار ملت بزرگ ایران را نشون داد و باعث یأس و ناامیدی دشمنان شد. دبیر مجمع تشخیص بعد از جلسه امروز گفته با اینکه راهپیمایی 22 بهمن امسال دستاوردهای بزرگی داشت، اما دشمنان به جای عبرت گرفتن از راهپیمایی‌های ملت ایران همچنان ناامیدانه در خلیج و فارس و جهان اسلام به توطئه‌گری مشغولن که البته موفق نمیشن. رضایی در ادامه صحبتاش به سرمقاله یکی از روزنامه‌های صبح درباره تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص هم واکنش نشون داد و گریزی به تاریخچه این طرح زد که به دغدغه‌های وزرای قبلی کشور و اطلاعات برمیگشت. جناب آقای پور محمدی نامه خدمت مقام معظم رهبری حدود تقریبا دو سال، یعنی بیش از 21 ماه پیش میشه، فرستادن و از ایشون تقاضا کردن که به دلیل تغییرات مداوم که در قانون انتخابات میشه، ما نیاز به یک قانونی داریم که ثبات در اون باشه و با تغییر مجلس و دولت مرتب این قوانین تغییر پیدا نکنن. انتقاد روزنامه مذکور به عملکرد مجمع در تدوین سیاست‌های کلی انتخابات این بود که در این طرح قانون اساسی دور زده شده و شورای نگهبان نادیده گرفته میشه، اما رضایی با توضیح روند طی شده طرح در مجمع تشخیص طعنه‌ای هم به یادداشت امروز این روزنامه زد. آقای معظم رهبری در نامه‌ای که به مجمع نوشتن فرمودن که پیشنهاد آقای پور محمدی ایده‌ای است که ابتداعا لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خودشون مورد بحث و بررسی قرار بگیره و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش رو نسبت به این ایده و پیشنهاد به این جانب ارائه کند تا تصمیم مقتضی گرفته شود. مجمع هیچ سیاستی رو خودش حق تصویب نداره، تصویب رو قانون اساسی خدمت به جز اختیارات رهبر فرزانه انقلاب قرار داده، یعنی پیشنهادات میره خدمت ایشون، اگر ایشون تصویب کنه اون میشه سیاست کلی نظام. بنابراین مجمع تشخیص ارادهنده پیشنهاده. نکته دیگه این است که سیاست‌های کلان در چارچوب قانون اساسی است. مثلا در سیاست‌های کلان هیچگاه نمیشه نظارت شورای نگهبان رو حذف کرد، چرا؟ چون این در قانون اساسی است. سیاست‌های کلان تعریفش این است که تعریفی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و تاکنون هم مجمع همین رو عمل کرده. حالا اگر کسانی اطلاع ندارن خب باید برن اطلاعاتشون رو تکمیل بکنن، قوانین رو بخونن، آیین‌نامه مجمع که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده اینا رو بخونن. تا الان هم مجمع همینطور عمل کرده، یعنی سیاست‌های کلان بعد از قانون اساسی است و قبل از قوانین مجلس. پایان ماموریت روزنامه نویس اصلاح طلب. مجتبی واحدی سردبیر یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب و رئیس دفتر و مشاور یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری که در حوادث بعد از انتخابات به عنوان سردبیر 7 ماه تمام روزنامه را بی سر و صدا از لندن هدایت می‌کرد تا اینکه موضوع رو میشه و سردبیر لندن نشین که ادامه کار رو از طریق این روزنامه ممکن نمی‌بینه، مخفی کاری رو کنار می‌گذاره و علناً کار در شبکه انگلیسی بی بی سی رو شروع می‌کنه. بدین توضیح بدیم برای بیننده‌ها که شما سردبیر روزنامه آفتاب امروز بودید. آفتاب یزد ببخشید. بودم و 3 روز پیش با لطف آقای رامین استفاده دادم. اما حکایت این مقاله نویس اصلاح طلب به اینجا ختم نشد و از لندن به واشنگتن اسباب کشید و این بار در استدیوی شبکه تلویزیونی دولت آمریکا ظاهر شد. این مقاله نویس که مأموریتش در ایران را تمام شده دیده بود گفته دلیلش برای رفتن از ایران این بوده که احساس کرده که بابت مطلبی که در مقاله هاش می نوشته باید جوابگو باشه. ببینید من واقعیتش 7 ماه بعد از اینکه از ایران اومدم بیرون در همون استانداردهایی که قبلا در ایران سرمقاله بنوشتم نوشتم. گمانشون بر این بود که اگر آرامش به خرج دادن ور میگردن بابا من خیلی کار داشتم. آقایون با تصور این که اگر خشونت به خرج دادن اگه ظاهرا تحمل بکنم من برمیگردم تحمل کردن. یه آقای رو آوردن تلویزیون و حرفای زد که فکر میکنم بچه خودش هم قبول نمیکنه. با آقای مجتبی واحدی سردبیر پیشین آفتاب یزد که به آمریکا مهاجرت کردن.
اشاره این مقاله نویس به صحبت‌های چند هفتگی پیش معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد که ماهیتش رو آشکار کرد و آقای سردبیر مجبور شد بعد از سالها هدایت استعفاش را از روزنامه محل مأموریت اعلام کنه. اگر روزنامه اگر خواستین اسم نمیبرم، عامل اصلی و در واقع مغز متفکرش، سردبیرش در لندن زندگی میکنه. لحظه به لحظه آنچه که رسانه‌های غرب، آنچه که بی بی سی، وی او ای و دیگر رسانه‌های فارسی زبان صهیونیستی منتقل می‌کنند، بازتاب می‌دن، او هم همین‌ها رو در روزنامه خودش که سر اسم در واقع مدیر مسئول کسی دیگه است، اسمن کسی دیگه است، اما عامل و واقعیت مدیریت در دست او. اینا رو مستند می‌گین آقا؟ مستند از می‌کنم. وقتی تیر گزارشگر جنجالی به سنگ میخوره، امانپور گزارشگر CNN که معمولا برای تهیه گزارش‌های هدفدار مأمور میشه، این بار تلاش کرد تا از حضور محمد جواد لاریجانی رئیس شورای حقوق بشر قوه قضاییه در نشست شورای حقوق بشر ژنو استفاده کنه و با پیش کشیدن موضوعاتی مثل حقوق بشر و مسائل بعد از انتخابات در مصاحبه با لاریجانی مطالب دلخواهش رو به مخاطبان منتقل کنه، اما با جواب‌های مستدلی روبرو شد که اون رو ناکام گذاشت. چند روز پیش من مصاحبه با محمد جواد لاریجانی داشتم که رئیس یک شورای مهمی درباره حقوق بشره. او همچنین عضو یک خانواده مهم سیاسی در ایرانه. من مصاحبم رو با سوالی درباره نظر وی در خصوص اظهارات اخیر وزیر خارجه کلینتون شروع کردم. ایران بزرگترین دموکراسی رو داره و تنها کشور دارای دموکراسی در منطقه خاورمیانه است. موضع خانم کلینتون تردید برانگیز، ناهماهنگ و ناپخته است. او از یک سو نگران دموکراسی در ایران و از سوی دیگه پیشنهاد بیشترین کمک نظامی رو به کشورهایی میکنه که حتی یک انتخابات هم در اونها برگزار نشده. خانم امانپور، کدوم یکی رو باید باور کنیم؟ خب حالا من میخوام بدونم سپاه پاسداران در ایران به چه کسی پاسخگوئه؟ اونها قانونا به تمام ساختارهای قانونی که باید پاسخگو باشند پاسخگو هستند. نیروی سپاه بخشی از نظام دفاعی ماست و دارای موقعیتی قانونی با فرماندهی قانونی و به مجلس رهبری دولت و همچنین به قوه قضاییه پاسخگوه. شما به شدت از حقوق بشر در ایران دفاع میکنید. خب بذارید اینو بپرسم که با توجه به انتقادهایی که درباره برخورد شما با معترضان در خیابانها یا برگزاری دادگاه‌های نمایشی یا زندانی کردن افراد وجود داره، چه توضیحی درباره این مسائل دارید و فکر میکنید کدوم یک از روندهای حقوقی که باید در مورد این افراد اجرا میشد به اجرا در نیامده؟ هیچ کس به خاطر مخالفت و اعتراض زندانی نشده. تنها دلیل زندانی کردن افراد رفتار خشونت‌آمیز اونها بوده، خشونتی که در اعتراضات دیده میشد و باعث کشته شدن بیش از 20 مأمور پلیس و 13 غیر نظامی شده و به اموال عمومی خساراتی رو وارد کرده. تمامی دولت‌ها وظیفه دارن با خشونت مبارزه کنن. فکر می‌کنم ضرب و جرح صورت گرفته توسط پلیس ما بسیار کمتر از اونی باشه که پلیس نیویورک و لس‌آنجلس انجام میده.